خب لطفا با دقت توجه کنید، من میخوام یک احتمالی رو ارزیابی بکنم اینجا که مربوط هست به اینم، نقشه ها رو آوردم، اینم غزه است، مربوط هست به اینکه آیا ارتش اسرائیل میخواهد وارد غزه بشود یا خیر، اگر بخواهد چه تبعاتی خواهد داشت، اینا رو بهش بپردازم. از اینجا هم قصه شروع شد که من یک خبری رو دیدم، خبرها داره رگباری میاد، همچون که میدونید این پایین نوشته 17 مهر 1402، روز سوم در واقع درگیری های بین گروه های مقاومت حماس و گروه های دیگر با رژیم موقت اسرائیل. این خبر من دیدم که نوشته بود اعزام 25 جنگنده و 6 ناو جنگی آمریکا برای حمایت از اسرائیل. این برای خود رفتم به فکر اینکه هواپیمای F-35 مثلا F-35 میخواد بره مثلا چه کمکی بکنه به ارتش اسرائیل؟ آیا مثلا F-35 مثلا میخواد بره چه کار بکنه؟ ناو بیاره مثلا، من نمیدونم تا منطقه دیگه میخواد بیاره، آیا کارآمد خواهد بود کمکش یا خیر؟ بعد رفتم به فکر این که شاید به دلیل دیگه ای میخواد اینو بیاره که من علتشو به شما خواهم گفت. یه چیزایی به ذهنم رسیده مربوط به اینجی ویست بانک، مربوط به این منطقه شمال اسرائیل میشه، در واقع شمال اراضی اشغالی اسرائیل میشه، که احتمال میدم که به زمین الان بگم احتمال میدم اونو میخوان بیارن به عنوان تهدید که اگر حزب الله لبنان خواست از بالا وارد شه، اونجا بتونن مثلا بمباران بکنن، چون امکان بمباران غزه که وجود ندارن به دلیل مختلف توضیح خواهم داد. اما در حوزه در واقع شمال، هم بلندی های گولان بهش میگن، بلندی های جولان ما توی فارسی میگیم، میتونه اون کار انجام بده، چون که پراکندگی زیاده در غزه. یه معروف این موضوع که متراکم ترین جای کره زمین اون نوار غزه است، اینجا که ببینید این تیکه است. خب یک دلیل اینه، یه دلیل اینم این که اینا رو میخوان بیارن که مثلا یه حالت دلگرمی باشد، مثلا یه حالت اینجوری باشد که مثلا ما پشتتون هستیم. و اینکه ما حالا الان مثلا در خبرها میبینیم که بایدن گفته که چراغ سبز داده است که حمله بکنید، پاکسازی بکنید حماس رو یا مثلا نیروهای دیگر رو. حالا ما میخوایم ببینیم که آیا در واقع این ارتش اسرائیل میتواند وارد اینجا بشه یا نه. خب نیرو هوایی که اینجا اصلا کارآمد نیست، این که دیگه ساده است. نیرو هوایی الان بخواد شما به این نقشه نگاه کن، الان روی پشت بام ها الان میخوام به شما برم جا به جا رو نشون بدم، نشون ببینید آها میچرخه قشنگ زاش هست، یه بنده خدای رفته اونجا عکس گرفته برام حاضر و آماده گذاشته در اینترنت. از یوتیوب کپی رایت ممکن داشته باشه ولی آپارات میذاریم اول، مشکلی نداره. خب شما یه کسی به من بگی که لطفاً نیرو هوایی ارتش آمریکا یا نیرو هوایی ارتش هر کسی دیگه‌ای که به شکل کلاسیک مبارزه میکنه در صحنه نبرد، مواضع دشمن رو میخواد مثلا اینجا الان چیه؟ کجای اینجا رو میخواد بزنه؟ یعنی تارگت چیه اینجا؟ ببین یه چیزی که هست در بحث جنگ در واقع غیر منظم و چریکی اینه که افراد هر جایی میتونن باشن. یعنی در این بشکه که اینجا میبینی، این بشکه معلوم نیست توش چیه، میتونه داخلش دینامیت باشه، میتونه داخلش مثلا طلا باشه، خب میتونه راننده این لودره حماسی باشه، اوکی، میتونه بالای این درخته یه دونه تکتیرانداز باشه، میتونه این پنل خورشیدی دارن اونجا نمیدونستم، میتونه پشت این پنل خورشیدی یه چیزی هم همین الان فهمیدم. خب اینا پنل خورشیدی هم ممکنه استارلینک هم داشته باشن، این که میگفتید فیلم ها از کجا میاد، فیلم ها رو مثلا اسرائیل چجورش نمیگیره. خب اینا ممکنه بزن همین عکس قدیمیه، حالا حواسم باشه اینو دقت بکنم، ممکنه تجهیزات دریافت چیزام داشته باشن. خب شما اصلا به شکل شمایل این شهر نگاه کنید، این شهر اصلی غزه است، نه چند تا شهر داره، خان یونس و فلان اینا، اینجا به شما نشون خواهم داد توی نقشه، همشون اینجوریان. حالا شما به من بگید که نیرو هوایی اولا، یعنی بازوهای یک ارتش کلاسیک در واقع توپخانه که اینجا نمیتونه از مثلا کجا رو بزنه، هیچ پرت. بحث نیرو هواییه که
بمباران بکنه از طریق پرواز کننده های بمب افکن. منظورم پهباد نیست، منظورم جنگنده هواییه که خلبان داشته باشه. خب کجا رو میخواد بزنه؟ نمیدونیم، نمیتونه بزنه دیگه. ممکنه حالا مثلا قد وقیه باشن که بزنن، که مثلا مردم عادی سیویلیان خیلی اینجا زیاد هست، اینجا شهروند عادی میگم تراکمش بالاست، تراکمش اینقدر بالاست که جمعیت، به خاطر اینکه جمعیت زیادی و از زمانی که این کشور هایی خواستن گسترش بدن سرزمیناشون رو، این مردم جمع شدن، جمع شدن رو هم دیگه، در واقع تراکمش بالاست، مردم شهروندان زیادی اینجا هستن. بازوی سوم که میتونه داشته باشه یک ارتش، تجهیزات سنگینش زمینیه بدون نفر، مثلا اینجوری تانک را بیفته بیاد، مثلا اوکراین خیلی اینجوری هست. خب اوکراین شرطش فرق میکنه. خب خودروی زرهی هم بیاد، باز باید یک کاری انجام بده. خودروی زرهی میاد برای تیراندازی، برای گلوله پراکنی، بازم نمیدونه کجا رو باید بزنه، چون هر جایی ممکنه هر کسی باشه. تقصیر خودشونه که مردم فشار آوردن، از سرزمیناشون روندن عقب، همه رفتن جمع شدن یک جایی که میبینید چجوری کنار هم خونه ساختن و چه شرایطی دارن. پس این قضیه تانک و نفربر زرهی و حالا نفر رو خواهیم بهش پرداخت. یعنی میخوام تهش بگم که این تنها راهی که دارن زمینیه. حالا مثلا پهبادی اینا هم ممکنه بگیم حالا دقیق باید بازم پهباد کجا میخواد بزنه، همین دیگه، شما تارگت هاتون پراکنده است توی جنگ نبرد ارتش کلاسیک با ارتش در واقع چریکی. هیچ راهی نداره مگر اینکه همینجوری مثل فیلمه، چیز اگه دیده باشید خاطرم نیست الان، نجات سرباز رایان، نجات سرباز رایان مال اسپیلبرگ باشه فکر میکنم، یه چهار نفر آدم را میفتن این بر اون ور که بتونن بیکارهای انجام بدن توی شهر، که یه جایی شما میتونید ببینید، همین الان به ذهنم رسید، یه تکتیرانداز توی یه خونه‌ای که معلوم نیست کجاست، یک هنگ در واقع یعنی یک جوخه پنج نفریه ارتش آمریکا رو اونجا این اکتیو میکنه، اصلا لنگشو میکنه، یکی از نیروهاشون رو میزنه و دیدید دیگه جایی که تام هنگس هم هست و نامه رو میخواد بده و اسپویل نکنید. پس در اونجا شما میتونید ببینید به صورت نمادین در فیلم نجات سرباز رایان، ارتش آمریکا یک تیم ویژه کلاسیک رو که تجهیزات کلاسیک دارن، روششون کلاسیک رو میفرسته که یک سربازی که گم شده رو مثلا نجات بدن. وقتی میبینید که در شهرهای آلمان راه میافتن، از اون یه تیکه فکر میکنم لهستان باشه چیز دیگه نمیدونم، اونا از نورماندی میان حالا وارد یک جایی میشن در اروپا، به هر حال وارد یک شهری میشن که اونجا یک نیروهای چریکی هستن. اینا در فیلم غلاف تمام فلزی آقای تیز هم میتونید ببینید که توی ویتنامه بارها یعنی دیده شده که یک نیروی چریکی یک هنگ رو، حتی یک گروهان رو، یک گردان رو میتونه متوقف بکنه. پس تنها راهی که وجود میتونه داشته باشه برای آقای چیز نتانیاهو اینا اینه که این نیروها رو بفرستن شهر به شهر، کوچه به کوچه بخوان وارد بشن. حالا من به شما خواهم گفت که چی تک تک، حالا به شما حالا میرم قشنگ نشون این بوشکا رو میبینید، این تشکیلاتی که اینجا هست، سیم کشی و سیم برق و تمام اینا میتونه، این همه سال اونا هم اونجا بودن، بچه اونجا بزرگ شده اونجا، اعراب اون منطقه سرزمین اجدادیشونه، این همه سال اونجا کوچه پس کوچه ها رو میشناسن. مطمئن باشید انقدر اونجا مین گذاری کردن، بمب گذاری کردن، تمام اون کوچه ها سیمکشیه، سیمکشیه، زیرش تله انفجاریه. اینا هم اسرائیل هم اونجا نرفتن نیومدن، درسته مثلا جاسوس داشتن و در واقع رفت آمد داشتن به صورت غیر رسمی، اما ابدا کوچه پس کوچه های اونجا رو نمیشناسن، این که کجای کوچه در واقع چه چیز میتواند وجود داشته باشد. ما حالا به صورت رندوم وارد شهر، به صورت رندوم از طریق همین عکسا که گرفته شده، این شهر، این شهر اصلیه غزه است، این شهر، این خان یونس هم که گفتم شهر مهم دیگه است، و این قسمتش که به مصر میخوره بازم حساسیتش بیشتر. پس اینا به هر جایی که وارد بشن باید وارد شهرها بشن دیگه، حماس نمیتونه توی بیابون مثلا بشینن تو چادر زندگی بکنن که پایگاهشون داخل شهرهاست. به صورت رندومایز مثلا میزنیم این کوچه‌ای که نمیدونیم کجاست، میزنیم مثلا
روی این نقطه که ببینیم این به چه صورته. خدا کنه پشتبون باشه. نه، این پشتبون نبود، یه بنای تاریخی بود. ولی به هر حال من یقین دارم که هر سرباز ارتش اسرائیل که اینا اینقدر دستشون باز داره، من ویدیو بعدی درست بکنم، پرواز کردن با پاراگلایدر، با پاراگلایدر رفتن داخل این، باز نمیشه ولش کن، با پاراگلایدر از اینجا، توی ویدیو بعدی درست بکنم، پریده با چتر سوار از اینجا پریده اومده یک پایگاه نظامی در اینجا فرود اومده. حالا تسلط اینا تو کوچه پس کوچه های خودشون رو وقت ببینید چه جوریه. ولی بسیم زومش بکنیم، من دوست داشتم پشتمون مشتمون ها رو نگاه میکردیم، کاش که پس همونی که بود رو نمیبستم. کوچه ها خودتون میتونید سرچ بکنید، بنویسید کوچه های غزه، شما وضعیت اون کوچه رو ببینید، بعد خودتون رو بذارید جای یک سربازی که میخواد اونجا وارد بشه. تمام بدنش اگر فولاد و ضد گلوله باشه، بلکه شاید مثلا اونجا از زیر دست و پای اون مینای و تونل هم داره دیگه، زیر اون شهرها مطمئن باشید که تمام مینگذاری شده است، همش مینگذاری شده. و اینم سالن ورزشی رو برد برای ما. خلاصه اینه آقا، این کوچه پس کوچه های شهره، نخواستیم اصلا نه، این کوچه پس کوچه های، این وضعیت کوچه های غزه است. خب حالا شما باید تصور بکنید یک سرباز بخواد از اینجا رد بشه، از این محدوده، یک چند نفر آدم، همین آدم هایی که اینجا میبینید، اینا که حماسی هم، اینا بخواد از این کوچه رد بشن، همین آقا تمام شد، اینا بخواد از اینجا رد بشه، اصلا امکان پذیر نیست. پس در واقع یه راه داره آیه چیز، احتمالا اونم این که بخواد مثلا یک خودکشی بزرگ بکنه، اونم این که من تمام اینجا رو اول تل خاک میکنم، بعد میرم برای پاکسازی، که اون وقت تازه دست کشورهای دیگه موجه میشه از نظر جهانی. همین الان شورای امنیت جلسه گذاشتن دیروز، در واقع برای این موضوع با دقت دارن نگاه میکنن، که در واقع اون وقت دلیل موجهی هست برای اینکه مقابله بشه با این کشوری که در واقع هم دخالت بکنه تو کار کشورهای دیگه، هم زمین این مردم رو گرفته، هی داره ببردشون عقبتر. پس این کار رو نمی کنه احتمالا. فقط در واقع الان هم که اینقدر اونجا شرایط پیچیده است، من همینجوری دارم رفرش میکنم، خبر رو میخونم، میبینم که از جبهه‌های مختلف هم داره باز میشه. من چند روز پیش توی ویدیو گفتم که چند روز دیگه لبنان از بالا حرکت بکنه، از مصر هم ممکنه، چون اینا حماسی ها راستش بخواید اینا بیشتر چیزی هستن، اخوان المسلمینی هستن، اخوان المسلمینی که جنبش اطلاع داشته باشید بیشتر مصریه، چیزشون اونجا خیلی ریشه های مشترک چیزی اونجا بیشتر حتی دارن تا منطقه چه میدونم کرانه باختری رود اردن. یعنی اینا اگه فراخوان بدن به هم در واقع طیفای خودشون در مصر، بیشتر باشون همراهی میکنن تا فلسطینیای اون طرف. فلسطینی اون طرف مقدار سیاسی کار هم هستن، ولی خب گروه های منفردشون میان وارد میشن، کار انجام میدن. اخو فکر نمیکنم این احتمالی که من دارم توی ویدیو بررسی میکنم تقریبا از محالاته که تصمیم بگیرن این 4 تا سروازه. توی ویدیوی قبلی هم نشون دادم که سربازاشون زن و مردن، 3 سال سربازی اجباری میرن، اصلا ارتشی نیستش که در واقع جمعیتشون کمه، البته ارتشی نیستش که اینا مثلا مقایسه بشه با ارتش کشور دیگه که نیروهای مارینز مثلا ارتش آمریکا، اینا کارآزمودن برای هر عملیاتی. اما اون یه دختر پسر خیال، اگه دقت کرده باشید تا این ویدیوهایی که این چند روزم میومد، مثلا با شلوارک رو اومده بود مثلا به جنگه، شلوارک و جیلیقه رو گذاشته بود با کلا، این اینقدر آماده، خب غافلگیرانه و رکب آمیز بوده این کاری که حماس کرده در اونجا، یعنی غافلگیر شدن در واقع، اوکی هیچی. ولی نیروهای یعنی سنشون هم نگاه کنی، مثلا نیروهای تتو دارن و مثلا آدمای دختر پسرای جوون معمولی هن، اینا بچه های کسایی هن که فراخوان دادن
در جهان گفتن اینجا خیلی جای امنی است، بیایید در اینجا جمع بشوید. یا ای مثلا یهودیان صهیونیست جهان، اینا هم رفتن. حالا بچه های اونا اجبارا رفتن سربازی به دلیل سیاسی، فکر اونا خودشون به دلیل دینی مثلا رفتن، ولی به دلیل سیاسی وارد یه جنگ میشن که در واقع در این لحظه که من با شما دارم صحبت میکنم 17 مهر 402 ساعت مثلا یکی بعد از ظهر، به نظر نمیرسه که اسرائیل بتونه برگرده به روزای 2 هفته قبلش حتی. یعنی از نظر امنیت در جهان آبروی سیاست تعطیل، میگه آقا ما تسلط داریم به تمام جهان، اینا تا 10 دقیقه قبل از این اتفاق نمیدونستن. اگه فرض کنیم که میدونستن ولی کار نمی کردن، اون که بحثش چیزی دیگه است، ولی اینجوری نیست، چون که این تبعاتی که برای اینا داشته خیلی بیشتر از، خیلی ضررش بیشتر از هر نقشه‌ای که مثلا میتونستن در ذهن داشته بوده باشن. اینو من خیلی فکر کردم این چند روز بشه، اما مطمئن باشید که اینجوری نبوده. به نظر میرسه اینا، این افراد ارگانایز شده بودن، در واقع کمک های خب اینا سمپات زیاد دارن توی دنیا، خیلی کشورها هستن که سمپات نیروهای مقاومت هستن در همه جای دنیا، از چه میدونم سوئد، از مالزی، اندونزی، اون افراد هم جای مختلفی کار میکنن، لذا میتونستن به اینا کمک اطلاعاتی بدن، کمک آموزشی بدن، کمک تجهیزاتی بدن، از همه جای دنیا مردم عامی هم میتونستن باشن. ولی خب این اتفاق افتاده، در این ساعت هم هنوز معلوم نیست که چه تصمیم خواهند گرفت. بعید میدونم که تصمیم بگیرن پیاده را بیفتن تق 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 تو خیابون بخوام برن جلو. الان یه موشک پراکنه هایی میشه مثلا میزنن یه برجی، اتفاقا داشتم الجزیره آنلاین میدیدم، من در الجزیره برنامه زنده داشت، اونم میام توی ویدیو نشون میدم، خانومه داشت صحبت میکرد، مال پرس همین خبرنگارش بود، داشت حرف میزد، یه دفعه پشت سرش تق یه موچک اومد خورد توی یکی از برجای که داخل چیز هست، برجایی که ببینم اگه بشم اینجا نشون، کاش من این آماده کرده بودم از قبل، برج اصلیشون که در مرکز اینجا، برج اداریه بیشتر برای کارهای مصارف، آها این مثلا یه مغازه، ما یه قسمت از غزه دارم، حالا یه روز روم چیز میذارم، یه روز دارم میگم لاستیکاشون به نظر میاد لاستیک ژاپنیه، بارز مارز اونجا نیست، نه یه روز اصلا یه لایف برگزار میکنم، یه ویدیو میگم قشنگ بریم داخل غزه ببینیم چجوریه، 2 نفر اونجا نشستن. خب این وضعیت اون شهره. آقا خود همینجا رو شما نگاه کن، آقا کی جرأت میکنه اینجا رد بشه؟ آقا خداییش کی، کدوم سربازی جرأت میکنه از اون خیابون رد بشه؟ یکی به ما بگه، جایی که شما میدونید انقدر ازت خشمگینن که رحم بهت نخواهند کرد، را بیفتی حالا با تجهیزات کامل با هر چیزی. گفتم فقط انسان زره پوش، مرد چی بود روین تن قدیم میگفتن زمان مثلا چیز در دیوان فردوسی توس مثلا هست که شاهنامه، یه روین تن بود مثلا، روین تن باشه یعنی بدنش با روی پیچیده شده باشه، هم بازم اینجا بیاد، چون میبینید زیر اینجا ممکنه کلن تونل باشه، زیر اینجا کلن تونل باشه، بمب گذاری شده باشه، مین گذاری شده باشه، وسایل دیگه داشته باشه، همه یه جا برم، یا این ورانورش بسته بشه اونها اسیر بشن. پس پیشروی زمینی امکانش، یه خیابون دیگر هم بزنیم ببینیم اینجا چی فروشیه؟ لامپ فروشی، لامپ فروشیه و نکته ای نداره. آقا این وضعیت سیمکشی کشورهای عراقی، نمیدونم چرا اینجوری، عراق هم همین جوری، من دیدم همش ولاست. این خیابان ناصری در واقع خیابان جمال عبدالناصر، آه دیدی گفتم اینا چیزن؟ گفتم اینا چیز مصر، خلقوی مصری دارن، بیشتر اخوانی هن. الان اسم این خیابون جمال عبدالناصر، ببینید همین الان به صورت کارگاهی زدم دیگه، خداییش نمیدونستم که این خیابان کجاست. آقا ما در خیابان جمال عبدالناصر مصر هستیم، چیز هستیم غزه، دوزاگش کنم قشنگ، خب کسایی که ندیده بودن خیابانه. ببین اینا خیلی جالبه،
حالا این اتفاقا گذشت، من یه روز میخوام یه ویدیو بگم در مورد این چیزایی که عربا رو روی دیوار می نویسن. خیلی موضوع مفصلیه، یه یک ساعت طول میکشه. نمونه هایی هم دارم که شما نشون بدم که چقدر این موضوع جالبه و چه معانی جالبی توش هست. خب ببین این خیابون، آقا کدوم سربازی جرأت میکنه از جرأت بشه؟ کدوم سرباز؟ یکی به ما بگه اون سربازی که جرأت میکنه از این خیابان رد بشه رو به ما نشان بدید. هر کدوم از این ساختمون ها ممکنه تله انفجاری باشه، زیرش خالیشه در واقع بریزه روی سر افرادی که دارن رد میشن. این بچه ممکنه اون وقت مثلا اسلحه دستش باشه، شما رو تیراندازی بکنه و غیره. خشم دارن، خیلی خشم زیادی دارن فلسطینی ها نسبت به اینا. شما تو این ویدیو ها دیدید اصلا خشم عادی نبود. من خودم با شوک شده بودم لحظه اول، این خشم از کجا داره میاد؟ فقط فکر کردم بهش که آقا این همه سال آقا حس اشغال خیلی حس بدیه، حس اشغال شدن و حس سرقت، اینا حسی که بهش خشم شما رو اینقدر برانگیخته میکنه که در واقع شما موقعیت مالکیت از دست رفته قرار میگیری و چیز نداری دیگه، رو دربایشتی نداری. ببینید 4 تا آدم پیاده در واقع یک تانک، هم نمیخوام به جزئیات این تانک بپردازم چیزش چیه، یه تصویر ددبادی اونجا بود، کاش نمیذاشتم تر یوتیوب چیز میکنه مشکل میخوره. ولی خب ببینید 4 تا آدم عادی در واقع یک تانک به این بزرگی رو دیاکتیف کردن و هم اپراتورش رو دیاکتیف کردن، هم خود تانک رو احتمالاً، و این دیوار بتونی رو خراب کردن. 4 نفر آدم بیاده. بله همین بود. این موضوع هم پس نتیجه گیری کانکلوژن اینه که سربازان ارتش اسرائیل تنها راهی که داره بخواد مقابله بکنه با حماس، اول که باید اول نیروهایی که اونجا وارد شدن و کلی هم الان اونجا ممکنه مینگذاری کرده باشن توی خاک اسرائیل، خبر نداره کسی که، بعد سالها اینا بمونه به صورت کنترل از راه دور و غیره. اگه بخواد اینا، حالا پاکسازی فرض بکنین چند روز گذشت تونست همه رو دستگیر بکنه، برای در واقع حالا بگیم تر توجیهی باشه که برای نجات 150-160 حتی ممکنه بیشتر باشه یه اسرائیلی هایی که در اونجا هستن، بخواد اونا رو آزاد بکنه. حالا خیلی ها نمیدونن کلن 4 تا اسیر اونجا، 2 تا سرباز از دنیا رفته زیارتشون اینجا بوده طی این همه این چند سال گذشته، و 2 نفر همینجوری از دیوار پریده بودن رفته بودن. یکیشون به نظر میرسه که یه فرد فکر میکنم نیجریه‌ای بوده، بله نیجریه‌ای بوده که یهودی بود، تازه سیونیستی که تازه اومده بوده اونجا، از دیوار رد شده، و یک فرد دیگه ای. 2 نفر به هر حال وارد میشن، در حقیقت 4 تا ممکنه اونا در پوشش بوده باشن، معلوم نیست. مثلا یکی بوده من بیماری اعصاب روان داشتم، حواسم نبود، از دیوار رد شدم، نمیستم گرفتن دستش کردم، معلوم نیست، شاید در پوششه یک فردی که مثلا مشکل داره بوده باشه، از کجا من افسر اطلاعاتی نبوده. در واقع 4 تا زندانی داشتن، الان اسرا به عدد خیلی بالاتر از 150 که الان گفته میشه رسیده. ببین این حالت محاصره رو شما می‌بینید، اینجا محدودیت ماهیگیریه، به تمام اینجا اینا تسلط داشتن. این اصلا باور نکردنیه که چجوری نیروهای حماس تونستن اونجا اینقدر ارگانایز شده بتونن فعالیت بکنن و وارد بشن. تمام این دریا رو من می‌بینی، همه بالا رادار دیگه، از این بالا تسلط داره، حتی قسمت مصرش هم درست اینا اینجا تونل میزنن از این بر اون بر، ولی از سمت مصر هم روابطشون بد نیست با اون دولت آقای چیز، از اینجا هم کنترل میکنن. باور نکردین اصلا، یه شبیه اعجاز این اتفاقی که اخیرا افتاده. لذا الان 150 تا نیروی اسیر اونجا داره آیه نتانیاهو، حالا برای توجیه آزاد کردن آنها، نه که با توجیه بگیم من میخوام حماس رو نابود کنم، برای بعد نمیگنم نابود، احتمالا نمیگن پاکسازی و نابود، میگن برای خروج حماس از آنجا.
مثلا فراخان میگه من ای مردم غزه از آنجا بروید که ما میخوایم بیایم حماس را چیز بکنیم، حالا به این بهونه بتونه اونجا هم مثلا بگیره یا یه کریدوری احتمالا برنامه هم دارن که اینجا باز بکنن به دلایل اقتصادی و هماهنگی که با عربستان اینو کردن و که اون دلیلش کار نداریم، بخواد این منطقه رو نصف بکنه، کما اینکه حماسی ها دارن این منطقه رو نصف میکنن و میرسونن خودشون رو به اون کرانه باختری منطقه وستبنگ، کرانه باختری رود اردن. پس به این بهونه ممکنه بخواد وارد بشه، ولی وارد بشه بعد بره داخل شهرها دیگه، داخل شهرها هم بره به شما نشون دادیم اینجا به صورت کارگاهی که حتی امکان راه رفتن عادی هم اصلا اینقدر سیم و اونجا چیز میز رو زمین ریخته نمیشه رد شد، اصلا خودش موزل اوله. پس بخواد یه خود زیر پاشون رو نگاه بکنن ممکنه یه ساختمون از بالا بریزه پایین. وارد کوچه شدی، سر کوچه یه ساختمون بریزه، ته کوچه یه ساختمون بریزه، چی شده؟ سربازا اونجا گیر افتادن، تموم شد. ابدا هیچ نیروی نظامی کلاسیکی نمیتونه اینجا رو بره به صورت زمینی فتح بکنه، ابدا تقریبا امکانش نیست، مگر اینکه از قواعد جنگ عادلانه بخواد خارج بشه که در دوره‌ای که ما داریم زندگی میکنیم امکانش وجود نداره، در زمان قدیم میشد، الان دیگه نیست. بله فقط همین دیگه، باید اینا چیز بکنن، باید بشینن صحبت بکنن، از این مناطقشون عقب نشینی بکنن، اینجایی که سرک‌سازی ساختن و حالا تا ببینن چی میشه. امکان نداره اینا که تا اینجا اومدن نمیشه به راحتی عقب رو، چون پیچیدگی این عملیات نشون میده این موضوع رو. خب این میده، اینم تمام شد این موضوع، فعلا همگی همین، خدا نگهدار همه. امروز 17 مهر 1402 بود، روز سوم درگیری ها در شرق منطقه غرب اسرائیل، در شرق غزه و در غرب جنوب غربی اسرائیل. خدافظ.